تو مثال خب یکی رو حل میکنم، یکی رو تمرین میدم بهتون، یه فرصت نمیکنم اون که حل کنه. یکیش برداره، یکیش فرکشنه. یکیش برداره، یکیش چیه؟ فرکشن. بردار جفتشون شبیه همه. میخوام کلاس بردار رو پیاده سازی بکنم. بردار شامل چه چیزاییه؟ یه مدل میتونیم اینجوری ببینیم، زاویه و طول میتونیم ببینیم، یه مدل هم میتونیم ایکس و ایگرگ ببینیم. خب یعنی من اگه بخوام مثلا یه بردار نیاب کنم، این محور مختصات باشه، مثلا یه بردار بخوام رسم بکنیم، مثلا این بردار این الان چی میشه؟ مثلا چند و چندی؟ این الان چند و چند میشه مثلا؟ مثلا 8 و 4، درسته؟ اینو به علاوه 8 آیا به علاوه 4 جی هم میتونیم بگیم؟ درسته؟ چه پراپرتی هایی دارین؟ ایکس و ایگرگ میگم، بهم میگم ایکس، به یکی میگم شبیه اون مستطیل است، درسته؟ مثلا ابسولوتین چی میشه؟ ابسولوتین چی میشه؟ ابسولوتش میشه 8 به توان 2 بله به 4 به توان چی؟ 2. خب این میشه ابسولوتش. دو تا بردار رو بخوایم با هم جمع بکنیم چجوری جمع میشه؟ یا دو تا بردار رو بخوایم با هم ضرب بکنیم یا هر چیز دیگه. اوکیه. خب حالا میخوام اینو بنویسم، میخوام اینو چیکار بکنم؟ بنویسم، میگم کلاس وکتور، میخوام یه بردار تعریف کنم و عملگرا روش تعریف کنم. فرکشن شبیه اینه، اونم تو صورت و مخرج داره، اون حالا خودتون با تمرین بنویسین. خب چیا داره وکتور؟ دف اینیت بگیم بچه ها، سلف، یه ایکس میگم و یه ایگره. اگه کاربر مقدار نداد پیشفرض چی باشه؟ سلف باشه. ببینید شبیه همه، نگاه کنید این همه. میگم سلف دات دندر ایکس مساوی سلف، سلف دات سلف دات دندر ایگرگ مساوی چی؟ سلف. اگه کاربر مقدار نداره سلف دات ایکس مساوی ایکس، سلف دات ایگرگ هم مساوی چی؟ ایگرگ. خب بگین ات چی؟ پراپرتی بگین دف ایکس سلف چی رو برگردون؟ بگین سلف دات دندر ایکس ات ایکس دات چی؟ ست دف ایکس سلف ایکس، درسته؟ چی میگم؟ توی بردار حتما باید عدد صحیح باید باشه. از اینستنس ایکس از چه نوعی باشه؟ اینتیجر باشه. همین سلف دات دندر ایکس رو مساوی چه قرار بده؟ الس پرینچی x error خب. یه کپی پیست میکنم باشه، میگم چی؟ ایگری. نه مشکل بردار منفی هم میتونه باشه بچه، فقط کپی پیست میکنه حواستون باشه
همه پارامترها رو تغییر بدیم. ایگره چون یه ایرادی که بچه دارم ایگره پارامتری از تغییر نداده باشم. حالا میگم دف دف چی؟ استیار استیارش چی برگردون؟ چی ریتم بکن؟ بگین یه پرانتز میخوایم چاپ بکنم دیگه ها. این برای پرانتز چیه؟ صرف دات ایکس صرف دات چی؟ ایگره رپرزنتو چجوری نمایش میدیم؟ بذار تا اینجا باشه ایف نیم مساویه چی؟ نیم میگم مثلا بردار وی مساویه وکتور چند؟ 3 و 4. پرینت بکن چی رو؟ وی رو. ببینید اسمش رو دیگه پینا سیو نمی کنم، اسمش رو میذارم وکتور. چی نوش؟ 3 و 4. الان اگه وی بزنم اینجوری برام نمایش میده. رپرزنت رو چی میگم؟ رپرزنت اون مدل آی او جی که گفتم نمایش بده. باشه یه سوال، این کد آبجکت منظور وی آبجکته؟ نه اون عدده. کدوم عدده؟ هم وکتور آبجکت از اون آدرس آبجکت آدرسه. میگه یه آبجکت وی از کلاس فلان توی این حافظه است. حالا رپرزنت رو چی میگم؟ میگم رپرزنت چی باشه؟ چی باشه؟ self.xi یه دو نقطه به علاوه میذارم. دو نقطه به علاوه چی کارش میکنم؟ دو نقطه به علاوه حتما علامت چی میذاره؟ درسته؟ اینم j میذارم اینجا. میگم v ببینید چی شو؟ البته self.x آی دو نقطه به علاوه رو کجا میذاشیم؟ سه و چهار درسته؟ یه یو هم درست میکنم، یو باشه مثلا منهای 2 5. وی رو چاپ کردیم، یو رو هم چاپ بکنم. خب حالا دو تا بردار، حالا مثلا میخوام بنویسم منفی وی. منفی وی یعنی چی؟ یعنی چیش منفی بشه؟ ایکس و یش منفی بشه. درسته؟ چی میگم؟ میگم دف نگ. نگ یعنی چی؟ نگاتیو. پارامتر دیگه نمیگیره. ریتم بله بیلتینه. یه بردار برگردون ایکسش منفی میشه، ایگرگش هم چی میشه؟ چی میشه؟ منفی میشه. آره الان چک میکنم. اینجا مثلا میگم F V مساویه V درسته؟ پوریا what are you doing؟ چرا دارم میکنم؟ what do you do؟ ما داریم این کنفرانس از اینا داریم انگلیسی ها صحبت. پویا ببینید منفی شد درسته؟ مثلا اگه بگم منهای یو چی میشه؟ چرا رپرزنتش کرد؟ اینجا رپرزنته میشه 2 و منهای 5 درسته یا نه؟
خب حالا بخوایم اینورت رو با هم دیدیم دیگه، اینورت چیکار میکرد؟ آره اینورت میشد من ای ایگرگ، درسته؟ این چی میشه؟ ایکس میشه. علامت رو پایین میذارم. اینورت دو سه، سه و چهار شد چی؟ چهار و سه. خب حالا میخوام دوتا بردار رو با هم جمع بکنم. دوتا بردار رو با هم جمع بکنم چی میشه؟ اسم تابعش چیه؟ اسم تابعش اد هستش. یه آدر هم میگیریم، درسته؟ یه آدر. جمع دو بردار یه برداره، درسته یا نه؟ جمع دو بردار میام سلف دات ایکس با چی جمع بکن؟ آدر دات ایکس سلف دات ایگرگ به علاوه چی؟ آدر ورودی شه دیگه، ایکس و ایگرگش چیز داره دیگه، اونم یه برداره، اونم یه برداره. خب مثلا چی میگم؟ میگم بیا چیکار بکن؟ ویه به علاوه یو، میگم ویه به علاوه چی؟ یو الان میشه آدر. ببینید این میشه اد، این میشه سلف، این هم میشه چی؟ آدر. ایکسش با ایکسش جمع میکنه، مثلا سه و منهای سه میشه، بخش سه و منهای دو میشه چی؟ یک. چهار و پنج چی میشه؟ نو میشه. مثلا اگه بنویسم وی به علاوه منهای وی چی میشه؟ ببینید صفر شد. وی به علاوه تیلده وی چی میشه؟ درسته؟ تابه نه، پراپرتی ها. بله. خب بعدی چیه؟ ساب. ساب رو میتونم اینجا، ساب یعنی چی؟ یعنی تفریق. میتونم اینجا بنویسم، میتونم اینجا بنویسم. ریتم بکن سلف به علاوه منهای چی؟ آده، درسته؟ منتها پایین اونجوری بهتره. تفریق وی منهای یو، وی منهای یعنی یو رو یه دونه منها ضرب بکن، سه منهای منهای دو میشه پنج، چهار منهای سم چهار منهای پنج هم میشه چی؟ منهای یک. بچه هم اینه یا میتونه تلفیق بکن، مثلا میگم اینورت بکن وی منهای یورو، درست یا نه؟ خب حالا بخوام ضرب بکنم چی میشه؟ بله ببینید شما مثلا میتونستی اینجا یه آپشن میذارم، من آپشن پیش‌فرض چند میدم؟ صفر میدم. میگم اگر آپشن یک بود چیکار بکن؟ چیکار بکن؟ اگر آپشن یک بود اینجا بگو اینت اینپوت، درسته؟ ایکس مساویه این هم چی؟ بله حالا مثلا اینجا شما سه و چهار هرچی هم عددم بدی ولی اگه آپشنت یک باشه چیکار بکن؟
مثلا میدم 10 20 دو سه خب این 10 و 20 این منهای وی منهای 10 و 20 یورو من از کاربر نگرفتم. آپشنش 0 بود. پیش بذاریم یعنی دو تا ایکس نه آپشن 1 نه کن آپشن پیش فرض 0 اگه 0 بده همون قبلی ها میمونه. ولی اگه آپشن 1 شد از کاربر چیه؟ مقدار میگیره. اگر شما وقتی دو تا ریترن داری ریترن اولی انجام بشه به ریترن دومی عملا نمیرسه. من اولی نوشتم گفتم جوابش اینه گفتم ولی اینجوری هم میتونی بنویسی اون وقت به پایینی اصلا چیه نمیرسه. ببینید من یه پراپرتی گرفتم به اسم آپشن. پیش‌فرض آپشن چیه؟ یعنی مثلا اینجا کاربر اگه یورو آپشنش صفر آپشن نده صفره اصلا از کاربر مقدار چیه نمیگیره. ولی اگه آپشن یک ما بهش بدیم درسته این ایکس ای رو مقدار اینجا قرار میده ولی چیکار میکنه دوباره از کاربر مقدار میگیره. من توی وی آپشن یک گذاشتم ولی توی یو مثلا میام اصلا مقدار نمیدم میگم آپشنش مساوی چند باشه آپشنش مساوی چند باشه؟ یک باشه. بله الان مثلا اینجا میگیم دو ده. خب اگه کاربر مقدار چپل چور بده مثلا اینجوری مقدار بده خب چی شو؟ نشه که این ولی دیترا فور اینتیجر اصلا روی اینتیجرش ایراد گرفت. باقا شما اولش اینپوتو اینت زدید آره اینتیجر زدم آره خب اوکیه. خب حالا پس اینجا میدم مثلا 2 و 10 چی رو میخوام تعریف بکنم؟ دو تا بردار تو هم ضرب بشه چی میشه؟ ما ضرب داخلی داریم ضرب خارجی داریم ضرب داخلی رو میگیم. ضرب داخلی ایکسش تو ایکس ضرب میشه ایگریش هم بهش سیمیلاریته هم مثلا هم میگن درسته؟ ایکسش در ایکس ضرب میشه ایگریش هم در ایگریگ ضرب میشه اوکی؟ حالا مثلا اگه این آدر عدد بود چی میشد؟ بذار اول اینو بنویسیم نه دیگه ببخش اشتباه کردم مالتیپلای این چیزایی که الان گفتم یه مقدار ریاضی قاطی شد دیگه درسته؟ شبیه شبیه مستطیل است منتها یه مقدار ریاضی توشه. مثلا اینجا میدم 2 و 3 چی میشه؟ 34 درست میگم یا نه؟ 2 تا 4 تا اینم 30 34 بله جوابش هم اساسیه بله از تو که امتحان شدید میگیره کو بعده سرخرمن داره میگیره همین بقل ببین ببین گفتی شام گرفتن فایده نداره. خب وی ضرب در یو اوکی ایکس رو در ایکس ضرب کرد ایگرگ رو در. حالا اگه مثلا من اینجا میگفتم که بیا فرض بکن پرینت بکن مثلا وی رو ضرب در 5 بکن یعنی این ور یو چی بود 5 باشه اون وقت چی باید بشه؟ آره پس چه اینو چی میگم؟ میگم اگر is instance other چی باشه؟ اگر other integer باشه چیکار بکن؟
یه دونه بردار برگردون، یه دونه بردار برگردون که سلف دات ایکسش ضرب در آدر میشه، خب سلف دات ایگریش هم ضرب در چی میشه؟ آدر میشه. اگه مثلا من چنین چیز نمیشم 5، اون وقت وی و یو ضرب در چی میشدن؟ ای بابا همش الان 2-3 ضرب در 5 شد 15، درسته؟ یه بردار برگردیم. آقا این ساب چی؟ ساب تفریقه، ساب ترک ها، ساب ترک میشه. خب الان یکشه برمیدارم که چیز میشه. حالا من اگه بخوام بنویسم ابسولوت وی چی میشه؟ اندازه وی بخوام ابسولوت وی رو بخوام به دست بیارم، رادیکال جذر مجموع مجذور مؤلفه، جذر جمع مجذور مؤلفه ابسولوتش یه عدد میشه، درسته؟ میشه سلف دات ایکس به توان 2 علاوه صرف داد ایگرگ به توان 2 کلش به توان چی؟ نیم. 3 و 4 چی شد؟ ابسولوتش میشه 5. جی تی جی اینا هم داشتیم دیگه. جی تی چه شکلی بود؟ جی تی آن چون جذر گرفتیم، چون اندازه است، ممکنه اشار بشه. خب میخوام جی تی رو بنویسم. جی تی یعنی چی؟ چی میشه؟ میگیم آیا ای بی اس سلف ببینید شبیه همونه، بزرگتر از ای بی اس آدره، درسته؟ این جی تی. جی ایش چی میشه؟ جیش چی میشه؟ آیا بزرگتر مساویه اینه؟ چه موقع دو تا بردار مساوی هم میشن؟ اکوالش. خب میگم ایکیو چه موقع مساوی همه؟ سلف دات ایکس، سلف دات ایکس مساوی چی؟ آدر دات ایکس اند سلف دات ایگرگ مساوی آدر دات چی؟ آدر ایکس رو می‌نویسیم. اگه 20 متغیر هم داشته باشیم هر چیزی به جز ایکس مساوی بود برامون در میاد. نه نگاه کن، من میگم که آیا بردار وی و یو مساوی همن یا نه. اینجا میگم وی آیا مساوی یوه؟ این وی میشه سلف، یو میشه چی؟ آدر. چه موقع مساوی همن؟ چون مساوی همه زمانی که ایکس این با ایکس آدر و ایگرگ این با ایگرگ آدر چی باشه؟ برابر باشه. حالا مثلا من بیام بگم فرض کن بردار مثلا کا مساوی وکتور 3 و 4، بعد حالا میگم آیا وی مساوی کا هست یا نه؟ تروده. خب چیا رو نوشتیم؟ ببینید عملگر جمع، تفریق، ضرب، بزرگتر، بزرگتر مساوی، مساوی، بعد استیار، ابسولوت، نگاتیو، همه اینا رو چیکار کردیم؟ نوشت. کوچکتر مساوی ال ای و
L-E-O, L-T. L-T, lesser than, lesser or equal. خب.